بر وطن خدمتی شایان کرده ایم. آفرین ای پسری با تدبیر، پسری با شرف خلق کبیر. اینک کنسرت گلچین آزمون منطقوی رادمردان وطن را پیشکش شما میگردانیم. پارچه از نمایشنامه شجاعت، صحنه باب کننده ساربان محمد امانوف. года фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Началась война, самая тяжелая всех войн, пережитых нашим народом.
خوابی فاشیستان نبود، آرزوی سگی دیوان نبود. پسرم، رف جنگی دلیران نبکن، جنگ با لشکری بیگان نبکن، باش فرزندی سزاواری پدر، لایق این وطن، این خانه بودر. خوب شد از مگر. سالت عزیز میشن جدا، سبب دارم با خود مکن تعریفی
آپای سعادت از کنسرت حربی خبیسی ها گرفتند.
پذیر است، هر آن کس که شرف دارد کبیر است. اگر شما هم توانیتون به قدر امکان کمک کنیتون برای غلبه هستیم. مرحمت. من رئیس جان، این زن و زیورهایی که به صد امید و آرزو مانده بودم تا که به گردنی عروسم نهایم، افسوس که به من نصیب نکرد، اینها را فروخته به سفیر خدمت جان وطن فرستانه تو که آنده که باشد هم کمک شود و دیگر عشق مادر و آن ممانندی من نریزم. تشکر، تشکر که در همین روزهای دشواری هم دستگیری میکرده پای سواده. پسر ایمان هم با جان اشتراک دارد، همین رو، همین مغز و مایویز رو با همون فرانت روان میکرده. تشکر، تشکر. رئیس جان، همه هم باشد برینج یاردم آوردم. رحمت، رحمت، رحمت باشیم. آقای رئیس، رقصم رو کو دیدید؟ انا این تاقی رو هم قبول می نموید. رئیس با، من همین گندم یا خیرانی ما، مادرم فرستادم. تو که بک... تو نامدن خوشم؟ آمده نتونستم. آه، وای کودکی مایده دارد، هیچ گردیم. با مادرت مینداری ریاستی کلخود رو می رسانی. البته، البته. خوش خبر گوشه که رادیو رو بلند کرد نفهمید خودتو. اون اخستر خواست مهمانه چه خیلی خوش خبر. خوش خبر گوشه که رادیو رو تاپ کرد خودتون میفهمید. اوی مدیری کلوب. خوش خبر. مراد جان کنی همون گوشه که رادیو رو تاپ کرد. внимание, 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена.
Германия полностью разгромлена! Дастархан ها کشید حالا برای وطن را پیش روز گیرید توی میکنیم تو این زفر مبارک باشد زندگانی خوشی های بهار و این جوانی مرا به تو نباش زندگانی خوشی های بهار و این جوانی توی معشوقه ای من تا قیامت میمانم این دنیا چی تا بدانی توی معشوقه ای
باشد نگاهم گوشه ای با می تو باشد ای تو بیش که من با می تو باشد نگاهم گوشه ای با می تو باشد تمامی غیبتی همسایه ای تو مما از وعده ای تو می تو باشد تمامی غیبتی همسایه ای تو مما از وعده ای تو می تو باشد یاری به وفایی شنیدم عاشقی ناشنایی میرم از من یاری به وفایی شنیدم عاشقی ناشنایی تو را مگر را دیگر موکی مردم اگر گویی مرا بسر بیایم خوشا دبال و چون پرتر بیایم اگر گویی مرا بسر بیایم خوشا دبال و چون پرتر بیایم بیایم پکی هر دویا کناری خاکی نرمه چو بیشت است وطن آخوش
ایدی غلبه بزرگ به همه ما و شما مبارک باشد. غلبه مردم سوویتی در جنگ بزرگ وطنی، این غلبه نور بر ظلمات و خیرات به جهالت بود. این غلبه پدران و بابایان ما خیلی گران به دست آمده است. آره، در این جنگ خانمانسوز 350 هزار نفر راد مردان تاجیک هم بر ضد دشمن جنگیدند و از آنها 200 هزار نفرشان در دفاع وطن خود قربان شدند. یکی از این جوان پسران غیور، قهرمان اتحاد شوروی، سید قلتوردیف بود که در ساحل دریای دنیپر آرامگاه خود را یافت. دنیپر هست در یادت مگر آن سال سیلی آتشی، موجهای آدمی مانند سیلی آهنین آمد و در موجهایت بند شد. یک طرف اردوی ما راه گذر میکافتی، یک طرف تیری عدو توری عجل میبافتی، میگذشتی از میان یک زمین و دو زمان. ناگهان تاجیک پسر خود را در آغوشت فکند، شرفه تیری عدو گردید این ساعت دو چند. موجهایت گشت اما جوشن جان جوان، از پی او راتی او سوی آن ساحل شتافت. سدی آهن، سدی آتش، سدی خارا را شکافت تا به آن ساحل نخستین راه دریا را کشاد. پاره خاک تو را بگرفت از چنگی عدو، از غضب لبریز شد گویا دل تنگی عدو. چشم را پوشیده از توپ و تفنگی بشمار، تیر دنیا را بروی پهلوانان ریختند. آب دریا خاک ساحل را به ایلک بیختند. آدمی صبح از 200 جان 5 جان زنده ماند. 5 آدم در کنارت همچو دل پاینده ماند. پشت آب و پیش آتش، از هوا باران تیر، در میان آب و آتش 5 فرزندی دلیر. با لشکر جنگید آوه ناگهان، تیر دشمن از بلیت سرخ از جوشن گذشت، از دلی پرخشم تاجیک از دمی آهن گذشت. هست در یادت چیسان افتاند او را در زمین، واه مادر گفته یو خاکی تو را آغوش کرد. لحظه مادر زمین قلب جوان را گوش کرد. در گذشت و در همین دم لشکر از دریا گذشت. بیرق آغوشته خون را زینو برداشتند، همچو مشعل رهنما بالای سر افراشتند. هر دل میزد به ضرب انتقام و انتقام، شد همان یک پاره خاکی وطن مأوای او، منزلی با نقد جان بگرفته او جای او، منزلی را که همه با جان خریداریم ما. ای دنیپر، سالها از پیشی منزل می روی، گوی آخر از چی انسان سوی ساحل می دوی. گفت بر من با زبان موجهای بی زبان، تا بگیرم این دل جاوید را در کنار موجها. ذکر بسیار است در صوت شما، موجهای و موجها.
شیشه چشم و دلی تو گرد می آید، زینب انگیزه می سازد تمامی دردهای تو، تن و جانی مرا از دردهایت درد می آید. گلی جان، بابای تو هم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی است؟ بله، بابای من هم در جنگ بزرگ وطنی اشتراک کرده بود. گلی جان، تو سرگذشت جنگی او را پرسیده ای؟ ها، چند بار خواستم پرسان شوم اما جرأت نکردم. انا بابای من آمد. فرزندانم، شما درباره جنگ بسیار میدونید، اما درد آن روزهای مدهش را ما اشتراکچیان جنگ تا امروز در قلب‌های خود احساس می‌نماییم. روزهای اول جنگ من جوانی 19 ساله بودم. به قول مردم با یک ضربه کوه را تلفان به جنگ رفتم و سال سیومی آن مرا چون مسلوک به خانه آورد. همان روز هم دیگانم تنی به دست مرا دیده زار زار می گریستم. مادرم به جای شادی غم بیمار شد. در یک شب مویش سفید گشت. اما با وجود آن از زنده ماندن من شکر می کرد. دیداربینی ها با آخر رسید. در خانه من و مادرم صابره و همون روز دختری که مرا همراهی کرده بود تنها موندیم. همون صابره که همگی با من یک سالک زندگی کرده بود. من خواستم به او فهماندم که تو حالا جوان و زیبایی، می توانی حیاتت را به دیگر کس بپیوندی. اما او با اشاره چشم مرا از سخن گفتن باز بیچاره گمان کرده است که من ماریا را زن کرده آوردم. من به او فهماندم که ماریا همشیره شفقت است. تنها وای سببگار زنده ماندن من شد. او مرا از میان خاک و خون برآورده در گاسپیتال های شهری کیروف و تولا همراهی کرده است و دائما تاکید میکرد حالا تو صحت میشوی و من خودم تو را به زادگاهت میبرم. انا همین تو من شفا یافتم و ماریا مرا به زادگاهم آورد. روزی که ماریا را غسل میکردیم صابره بی ایست عشق میرکند. آنها در این مدت با یکدیگر خیلی هم اونس گرفته بودند. از این بین 65 سال گذشت. 65 سال 65 سال باز من برای صابره کودکم. 65 سال باز او مرا می خوراند و می پوشاند. ولی صد افسوس که من مرد شده بار مادر فرزندانم را با دستانم نوازش نکردم. شب نگاه دخترم دست برویم برد فاتحه دادم نتوانستم. اقلن تا بودی مادری پیرم را نبرداشتم.
جویانی خونخوار دستانم را برگردانید، دستانم را برگردانید جنگجویان. Thank you.
آنگاهی دیوانه اجرایی با حکومت سوئدی هجوم کرد، جوانانی همسین و سالی وطن و خرد و کلان به حمایه وطن برخواستند. در برابر نرسیدن تیر و توپ جنگی خوراکه، عسکران ما حتی از لباس نظامی تنقیسی میکشیدند و در گسپ کتلهای حربی مملکت مخصوص زنان جامشکوی بودند که لباسهای نظامی را از بدن فرزندان قربان گشته برآورده میشستند، جایهای سوراخ تیر را میدوختند و به عسکر بچه های نو دعوت شده پوشانیده آنها را به صف عسکری گسیل میکردند. در زمان ما سخن بازی هنر نیست. ای وطن بازان، وطن بازی هنر نیست. این مصیبت، این فجعت را بپرسید از زنان جامشوی جنگ گرمان، از همان زنها که اندر خونی از کربچه های خلق آغشته جامعه خونین از کربچه های خلق را با دست خود شسته. در زمان ما سخنبازی هنر نیست. ای وطن بازان، وطن بازی هنر نیست. توده از جبهه ها بگریختن گشت پنهان اندرونی چین های جبهه خلق، باید آنها را بجویم، باید آنها را بیرانیم از درونی چین های جبهه خلق. توده مانند انگل ها ترقی کردن در ترق های کفی دستان دهقانان، باید آنها را فشاریم از ترق های کفی دستان دهقانان، باید آنها را بیرانیم از ترق های کفی دستان دهقانان. در زمان ما سخن بازی هنر نیست. ای وطن بازان، وطن بازی هنر نیست. این مقدس، این فجعت را بپرسید از زنان جامشوی جنگ گرمان، از همان زنها که اندر خونی عسکر بچه های خلق آغشته جامعه خونین عسکر بچه های خلق را با دست خود شسته. بیا رویم سری چمن نازنین دلبری من، بیا رویم سری چمن نازنین دلبری من، سر می روانه یارامی جانه، سر می روانه آرامی جانی من شما، بیا رویم سری چمن نازنین دلبری من، بیا رویم سری چمن نازنین دلبری من، سر می روانه آرامی جانه، سر می روانه آرامی جانی من شما. Thank you.
هم زندان در بهاری عمری ما پایان داد. شهیدان وطن هم زنده در بهار.